خوش اومدید به بخش دوم برنامه. چند سالی است که همزمان با هفته هنر موناکو نمایشگاه جداگانه‌ای هم دایر میشه برای عرضه کارهای هنری برای فروش که هنرمندان و هنردوستان از آن استقبال میکنن. گزارش ببینیم از بازار هنری مونته کارلو در جنوب فرانسه. هنر مونته کارلو عنوان بازار هنری تازه تأسیس است که در کشور موناکو برای چهارمین سال پیاپی برگزار میشه. کشوری معروف شده با پولدارها و سلبریتی‌هاش، در دل فرانسه مکان این رویداد هنری است که گالریدارها و مدیران مؤسسات فرهنگی هنری مختلفی رو از سراسر اروپا، آمریکا، آسیای دور و خاورمیانه به این مکان آورده تا تازه‌ترین کارهای هنری خود رو در معرض دید علاقه‌مندان و خریداران مهم هنری قرار دهند. برای نمونه، گالری ستاره از دوسلدورف آثار چند هنرمند ایرانی رو به نمایش گذاشته. Yes, we have a different approach because as being brought up between two cultures. از اونجایی که من بین دو فرهنگ متفاوت بزرگ شدم، تولد در آلمان از مادر آلمانی و از سمت پدر ایرانی هستم، نماهای متفاوتی از هنر رو ارائه می‌کنم. البته خودمون رو به یک کشور محدود نمی کنیم، اما علاقه مندیم که هنر جالب توجهی که از فضاهای معاصر بیرون میاد رو نشون بدیم. برای مثال آثار محسن وزیری مقدم که به نوعی بنیانگذار هنر مدرن در ایرانه، رضا درخشانی که از نسل هنرمندان پس از مدرنه و ساسان بهنام بختیار که تازه وارد این صحنه شده رو نشون میدیم تا چیزی متناسب با معیارهای هنر جهانی برای ارائه داشته باشیم. ساسان بهنام بختیار در روی کردید انتزاعی نقاشی های سایز بزرگ خود رو اینگونه توصیف میکنه. موضوعی که خیلی مهم هستش واسه من با کارهام و مخصوصا نقاشی هام، پروسه کارم هستش. من خیلی وقت میذارم روی سوژه‌ای که خیلی با هم مهم هستش. به عنوان مثال المنت های مهم زندگی، انسانیت خودمون، انرژی که دور و برمون هست، همیشه همه چیز طبیعت موجود هستش. سعی میکنم اینو روی کارهام بیارم بیرون. پروسه کارهام خیلی طولانی هستش به قول معروف، چون با خیلی رنگ های مختلف کار میکنم و بایستی که رنگ ها رو روی کارهام بذارم و این واسه 5 تا 6 ماه طول میکشه. اثر مشترک رامین و رکنی حائری‌زاده و حسام رحمانیان در گالری اینستیتوی پاریس، کنایه های ادبی با طنزی تلخ که از ترکیب نقاشی های سنتی و صفحه آرایی های کتب حماسی در شکل کتابی باز ارائه شده. کنار این اتفاق هنری، بخش بزرگی به اشیای عتیقه، طراحی داخلی و دکور اختصاص داده شده که در فضای چشمگیرتر از بخش هنری، دست ساخته ها و اشیای قدیمی بسیار قابل توجه، از ماسک‌های قبایل قومی موزامبیک تا میز و صندلی هایی با طرح سنگ فیروزه در این فضا دیده میشه. ما گالریمون تو پاریسه، فرانسوی هستیم و آرتیست های مختلف، دیزاین های مختلف، هم وینتیج داریم هم امروزی داریم، هنرهای امروزی. بیشتر از آرتیست همون ایتالیایی هستن یا اروپایی و کارهای مختلف میکنن. یکی از کارامون مثلا این کاری که پشتم هست، کار کمتین، دیزاینر فرانسوی که همش با فیروزه و سنگای مخصوص کار میکنه. دوست داریم که قاطی بکنیم چیزای مختلف رو با هم دیگه نشون بدیم، که فکر می‌کنم قشنگ‌تره وقتی که استیلای مختلف با هم یک داستان جدیدی تعریف می‌کنن تا فقط از یک جور یک تاریخ یا یک دونه آرتیست آدم داشته باشه. اگرچه چنین رویدادهایی امکان گفتگوها و تبادلات کاری بین گالریدارها و خریداران هنر رو برقرار می‌کنه،
اما این سوال باقی میمونه که مخاطب چگونه مرز میان هنر معناساز و هنر دکوراتیو رو درک کنه؟ آیا این خاصیت هنر و بازارهای هنری در چنین مقیاسهایی است که به کم رنگ تر شدن مرزها دامن میزنه؟ یا اینکه کاراکتر هنر امروزه که در همه زمینه ها گسترده شده؟